أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر اسلامی مومن خدا همه تا به خونه خدا خوش آمده خداوند این ساعت ها را برای ما و شما مبارک گردانه پروردگار مشکلات های ما و شما را آسان گردانه برکت را در کسب و کار ما خدا عطا کنه از فقر و قشاقی و تنگ دستی خدا ما و شما را نگهبان باشد تمام بیماری عالم اسلام خدا شفای کامل عاجل عطا فرماید به فرزندامون خدا فرزندای خوب تیا این مسجد خدا آباد زیبا نگه دارد عاقبت کار ما را خدا به خیر ایمان ما را خدا به سلامت کند ربنا آتینا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار آمین آمین یا رب العالمین. خب سلسله بحث ما این ماه ماه تولد رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم فقط یک ماه ربیع الاول گفتیم روایت و حدیث فقط و فقط درباره اطراف پیغمبر خدا تاریخ او سیرت او زندگی نامه او گفته می شود برای همین این ماه ماه تولد رحمت للعالمین است ما باید اکنون از آن فرزند آدم بهترینش از آن نور خدا از آنی که این آسمان و زمین تمام مخلوقات و طفیل او به دنیا آمده است از او فقط گوییم از او فقط شنویم نامشون محمد ابن عبدالله اون نفری که فخر مای پیغمبر مونای پیشوا مونای امید مونای در این دنیا هم برای ما نجات آورد در آخرت هم برای ما نجات میبرد ایمان داریم انا این شخصیت. خب سلسله بحث ما همین بود که پیش از پیغمبر دنیا در کدام وضعیت بود وضعیت شما رو ما فهمیدید که امروز شما با چشم سر میبینین تمام فیلم هایی که روم و تمام فیلم هایی که اروپایی ها میبرارن شما اگر تماشا کردگی باشه گلادیاتور شما اگر تماشا کردگی باشه بیرحمی ها آدم برای اونها وحشیگری که اونها داشتن ارزش نداشت رومی شرقی بود و رومی غربی رومی غربیش اکنون در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضعیف شده ایستاده بود رومی شرقی را مرکزش قسطنطنیه بود کنستانتینوپل استانبول امروزه و درجه وحشی بودن که آدم گوشت چه می خوردن آدم زنده زنده می پزندن بی‌رحم و وحشی ترین انسان ها بودن حتی وحشیگری فرهنگشون بود با درجه وحشی بودن که آدم با گرگ جنگ می موندن آدم با خیرس جنگ می موندن آدم با شیر جنگ می موندن شما که نهای سپارتان نیست گلادیاتور دیدگی دوم انا همو بودن انا بینین که اگر پیغمبر نمی اومد آدم ها دست کیو می غلطیدن انسان دست کی می غلطید بعد از او امپراتوری فورس بینین ما درباره مونی گپ زدیم درباره مزدک گپ زدیم اینا بعد زردوش به میان اومدن جریان های بدن که در درون دین زردوش بعد اردشیر به میان اومدن نکاح خاله را اجازه دادن نکاح اپا را اجازه دادن زردوش این نکاح ها را اجازه نداده اینا اجازه دادن من امروز در درون اسلام هر خله مذهب زیاده یوخی هر خله جریان زیاده به درجه شد که مزدک مونی را زیدش قیام کردن همو دوره را امپراتورش رسوا کردن تمام چیزا مال جمعیت میدونیسن حتی زن و دختر و فرزن چیز دارین ای جمعیت های یک وحشیگری حیوانگری گروهی بداخلاق اوباش رهزن دزد با درجه درگیر دینا جمع شدگی بود که یکان چیز دیگر موندگی نبود همه را با یک مغارت میبردن دیره نگذشتگی بود که فارس غلامداری اوج دیگر در اوج گرفت انسان قدر قیمت نداشت اگر تمدن هند در نظر میکردی هند انسانیت تقسیم کردگی بود برهمنیزم سینف علما سینف فیلسوفا سینف جنگاورا سینف سیاستمدارا سینف هنرمندا سینف دانشمندا ای همه سینف پست غلامداری ها غلامداری از اون زمان ظهور کرد کسی علم نیست جنگاور نیست اهل سیاست نیست اهل قلم نیست هنرمند نیست باید حتما غلام شود و برای او بازارو تشکیل کردن آدم ها میفروختن خیلی شما در تاریخ میدونین که غلامداری است پیش پیغمبر بین دنیا در کدام وضعیت است
ظلم به درجه هست که ظلم نه ازلم ای ظلم صدها درجه پیش رفته به ظلمی بود. هیچ کس نمیدونه کی را کی را گوش کنم. در این زمان جاهلیت عرب نگاه میکنیم، در جاهلیت عرب از همه خصلت رزیل ترینشون همین بود که دختراشون چیکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. آدم یگون اجر نداشت، آدم یگون قیمت نداشت، انسان یگون قیمت نداشت، زن یگون قیمت نداشت، پدر و مادر یگون قیمت نداشت. انا همین خیلی حالت هست که انسانیت در یک ضلالت و جهالت و گمراهی هست. جناب پیغمبر به دنیا میبیاد، باید یک کس بیاید دنیا رو اداره کنه، یک کس باید بیاید دنیا رو جابجا کنه. امروز هم همینقدر دنیا پیش میره و شما نظر کنید که چقدر ظلم های بود، چقدر ناحقی های، چقدر بیمانی گری های، چقدر فاسق و فاجری و دیوسی ها رفته است، چقدر یک گپوی رفته استاده است که از چارچوبه عقل و منطق برومده رفته است کارو. باید یک کس باشد اینا جو بجو کنه، باید یک کس بیاید اینا جو بجو کنه. نمیشه و این خیلو خیل انا همین خیل دوره در رسول الله به دنیا آمد. اکنون اسرته آیله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام، اما اسرته، اما آیله پیغمبر صلی الله علیه و سلام با نام آیله هاشمیه میشناختند. آیله که هاشمیه نسبت داده می شود به سوی بابای دویم پیغمبر هاشم، که هاشم وارث بود از قبیله و از پشت قصی. قصی یک از باباهای پیغمبر بود، هاشم نوازاده های قصی بود، اولاد پیغمبر اولاد هاشم می گفتند. سیدزاده ها از بنی هاشم هم، سیدزاده از بنی کی هم؟ از بنی هاشم هم. هاشم بابا کلان رسول اکرم هم صلی الله علیه و سلم. این وظیفه داشت سقایه در موسم حج، حاجی ها را آب و کمپات و شیرینی می داد، رفاده یعنی که نانشوربا و نانریزه می داد. همی خیلی به درجه جوان مرد بود که همون سال اگر هزار حاجی می رفت هزار حاجی را نان می داد، همون سال اگر صد هزار حاجی می رفت صد هزار حاجی را نان می داد. کی بود این؟ هاشم بابای جناب پیغمبر. حتی که یک لقب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتن که محتاب بنی هاشم. پیغمبر اکرم چی؟ محتاب بنی هاشم. کتابا نوشتگی هستن، امروز فیلم هم برداشتگی هستن، لونه بنی خشیم، یعنی محتاب بنی هاشم. کی این جناب پیغمبر؟ عبیره هاشم بوده است. بعد از این برادرش ثم ورثهما، بعد از این برادرشان یعنی که از برادرشان عبدالمطلب چیکار میکنه؟ از این خاندان بعد هاشم سری قدرت میبیاین. بعد از او فرزندان هاشم تا آمدن اسلام بر همین وظیفه بودن که چیکار میکردن؟ برای مردم شوربا میدادن و شیرینی میدادن در موسم حج. بعد هاشم کی وظیفه را میگیره؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب کیست؟ بابای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و بود هاشم بزرگترین اهل زمانش. هاشم بسیار انسانی به مرتبه بود در زمان عرب، در زمان قریش. نام او را برای چی هاشم میگفتند؟ یه شمول خوبز ایفتت و فلحم، یعنی مردی که نان میگرفت است با گوشت یک جایه میکرده و او را توغریزه میکرده. نام این اوقات ثرید بوده. نام اوقات چی بوده؟ ثرید. ما مردم تاجیک میگیم ثرید، هم خیلی گنا خیلی اوقات داریم میگیم ثرید شوربا. یعنی که ثرید معنی چی بوده است؟ چپاتی را میگرفتی با آب و گوشت یک جایه میکردی، ای بالای او چیکار میکردی؟ آب میریختی، گوشت و نان قدی ای بالاش آب میریختی، همون میشته ثرید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگه بدستیم که تمام زنهای عالم را جمع میکنیم، تمام اوقاتهای دنیا را جمع میکنیم، در بین اوقاتها یگان اوقات میگفته پیغمبر به ثرید برابر شده نمیتونه، به نان ریزه همه اوقات جمع کنی توقر ریزه برابر شده نمیتونه. پیغمبر گفتیم تمام اوقات ها را گفته است، یکمش تمغریزه های ثرید های، تمام زن ها را جمع کنه یکمش عایشه های، یعنی فضیلت عایشه گفته انما اوقات ثرید های. در بین زن ها گفته نمونه های، گلدسته های، یعنی که پیامبر اکرم در بین زن هاشون عایشه محبوب شون بود، انما فضیلت بود. اگیم این باباشم عبدالمطلب با ثرید میپخته. برای چه هاشم میگفتن؟ هاشم کسی را میگفتستیم که همو گوشت با نان یک جایه کرده بالاش آب ریخته مردم نمیداد است. امروز خود ما توغریزه میگیم در موسم حج اگر بینیم که هزار حاجی بیه هزار حاجی نمیداد است.
ده هزار حجیبه ده هزار حجیده میداده است. در سرخان کشاد نان و دعا و نمک و عبادت حجیان، برکت دعای حجیان، رحمت للعالمین از این خاندان و دنیا میبیاید. برادر دعا همه چی رو میکنم. دعا چیزی بزرگه. میخواهی که صاحب فرزندای بزرگ شوی، همیشه دعای بزرگا را گیره، دعای کلانا را گیره، این دعا را به دسترخوان میگیری. این بابای پیغمبر خوشین بوده. موسم حج ده هزارها هزار حاجی را نان میداده است و برکت دعای اونها رحمت للعالمین به دنیا میبیو. پیغمبر خدا میگفتن که من برکت دعای این مردم در این سرزمین. یکم بابام ابراهیم دعا کرد، دویم انا این حاجیان نانی بابای من خوردن دعا کردن، من برای انا همین آخران پیغمبر جدا کرده شدم. یکی ای سبب های پیغمبر آخران برگزیدنش ای عرب چی بوده؟ دعای ابراهیمی، دعای باباهاش. برادرها در اخر نسل دعا کنه، یک توق نان و یک دسترخوان هیچ نکرده، یک آدمی به نماز و به تقوا میخره دعا میکنه، از اون نسل فرزندای نیک به دنیا میبیاین. نان با آب یک جایه میکرد، او را سرید میکرد، بعد از او پیش مردم در میمان مردم میخوردن، ای همین جهاد نامش هاشم میگفتن. هاشم معنی چی بوده؟ خام شوربا پز. معنی هاشم چی بوده؟ خام شوربا پز. نام آدم ها را هاشم میمانن، معنیش همین بوده است که گوشت و نان و آب یک جایه میکرد، مردم در پخته میداده. چقدر سخاوت پیشه بوده؟ اساسی نامش امر بوده. اساسی نام هاشم چی بوده؟ امر. برای او لقبش هاشم بوده بابای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این آب و چپاتی، آب شوربا و چپاتی گوشت مردم ده در موسم حج میداده. خشاب هاشم اساسی نامشان امر بوده است. و هو الذی، اون هاشم کی بوده؟ دو مراتبه سوره الالف قریش برای همین نازل شده بوده. رحلت الشتاء الی یمن، در آمدن فصل زمستان بازار یمن رو آباد میکرده، در آمدن فصل صیف تابستان بازارهای شام آباد میکرده. بازار سیزون وی بیلیان، نام بازار یکش اوکاز بود، بازار یکش اوکاز بود. شام و یمن در دو مرحله که تجارت میرفتن سوره الالف میدونید باباشون همین بازار رو تشکیل کردگی بود. شخصی بزرگ بوده، بنیادگذاری همه بازار هاشم بوده بابای رسول اکرم. و کان یعرف به سید البطحا، حتی بطحا گفتنی منطقه هست در نیم جزیره عربستان سعودی، ولایت کلانه، ای جهت بزرگیش پیشوای مردم بطحا میگفتن هاشم. من مردم ها به خود چون اون زمان قبایل ها بودن، رئیس قبیله بطحا بوده. ای حدیثی که آمدگی بوده است که انه مر به یثرب، یک روز به مدینه میگذره و هو فی طریق تجارت الی شام، به سوی شام زمین سوریه میرفته، در همینجا با زن ازدواج میکنه، نام او سلما بوده، یک زنی از مردم مدینه منوره یثرب، از همینجا زنی قدیوا میخره با او ازدواج میکنه، نام او زن کی بوده است؟ سلما دختر امر، از قبیله عدی ابن نجار بوده. و در همونجا چکار میکنه؟ و اقام اندها فترتن، یک مرحله گذریش در همونجا میسته، از اونجا به سوی شام میگذره. در سه ماهی که در همینجا میسته در یثرب، همین هاشم، همین زن سلما از هاشم حامله دار می شود و می رود در غزوه در فلسطین. ای دنیا هاشم می گذرد در فلسطین، هاشم یهودی ها زهر داده کشتن، می دانستن که پیغمبر ای پشتیم یا می بیا. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، قرآن میگه ای پیغمبر تو را اینا می خیلی می شناسن که گویا فرزنداشون را می شناسن. شما گمان نکنید که اینها پیامبر را نمیشناسند، شما گمان نکنید که اینها سیدزاده را نمیشناسند. امروز بینید که گروه های تکفیری ناپیدا را پیدا کردن زیر سیدزاده ها، اینا صوفیان، اینا نسل انمی جهودان، اینا بسیار دانوهان و دست خمون کردن این کارا. تو سیدزاده نیستی، تو نسل زاده نیستی، تو اصل زاده نیستی، با زبون مسلمانی خدمو. اینا نسل انمون ددمان ابلیس هم انمیو را کلان کردگیم، اینا خوشون حجوم نمیکنن. چرا؟ اینا هاشم در فلسطین، چی درده که هاشم میره در بیت المقدس در وقت تجارت؟ آدمی سالم یکی دل سکته دل میشه دنیا میگذره، چرا زهرش دادن؟ یعرفون کما یعرفون ابناءهم، اینا تره میشنوسن چی خیلی که فرزنداشون هم میشنوسن. گمان نکنه که اینا مورا نمیشنوسن.
سالی 2000 ایراق میدرویان، سالی 2010 میبیاین، روزنامه نگاراشون قطی، در دستاشون کلان کلان مگنیتافون، رادیو دیکتافوناشون موندگی، تمام مردم آسایشتر را میپرسن که شما نسبت مهدی چی میدونید؟ 10 سال پیش برای دیگر کار میدرویان، بعد 10 سال میدرویان مهدی میکوان. پیامبر گفت که از بین ایراق و شام قیام میشوه. اینا گمون نکنین ما میشناسن، اینا دانه دانه میدونن ما چیکار میکنیم. قرآنی ما گپ میزنه اینا، اینا بسیار دانا هم. اینا هاشم در همونجا زهر داده میکشن، هاشم زنه میگیره با نام سلمه بنت عمر از بنی عدی بن نجار پناهی میگیره، این زن حامله دار میشوه، میره در زمین فلسطین میمره، سلمه فرزند در مدینه به دنیا میبیاره، نام او را شیبه میمونه. نام را چی میمونه؟ شیبه لشی بن فرعسیه، در سرش یک چی داشته؟ علامت داشته. و نشأ هذا الطفل بین اخواله فی المدینه، در پیش تغایش در مدینه کلان میشوه، هیچ کس نمیدونسته که در مکه امکی دور میره، نمیدونه. زمان 7 ساله یا 8 سالگی میرسه، او را میشناسن، امکیش به سرش میبیاین، نام و لقب ای را میمونن عبدالمطلب. لقب ای را چی میمونن؟ عبدالمطلب. در بالای اسبش سوار شده شترش نمی بیاره داخل مکه در آوردند، میگن این گودک ای کیه؟ نمیگه که این شیبه های بچه ای هاشم های، اگر گوه نسل رسول های همیه ای را میکشم. خفودن میگه که این غلام عبدالمطلب های، نام خودش مطلب بود، نام امکش چی بود؟ مطلب. میگه این که گوی عبدالمطلب های، این غلام مطلب های، گوی غلام های، ای بزرگ غلامو خریدم شد. حتی که نسل پیغمبر با جو میکنه، نسل اسماعیل با جو میکنه که این رزیلون نفهمیده همیرم زهرالو نکنه. این از باباهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم های. بعد از اون میگه امکیش نام او را چی میمونه؟ مطلب به نام امکیش. وقتی به سوی مکه میبیاره مردم میبینن زنوه و عبدوه، این کیای مطلب، این کیای، این کیای. میگه عبدالمطلب این غلام من های، من این بزرگ غلامو خریدم، از همین جهت نامش مشهور شد عبدالمطلب. اساسا نام شیبه های، شیبه این پدر عبدالله های، ای عبدالله رحمت للعالمین به دنیا می بیاد. شیبه های گفت نفهمن، ندونن که این نسل، این باید پنهان مونه، این باید پنهان مونه، نشناسن، ندونن که در این ضرر می رسونن، اما خدا کاریخشه میکنن. این مطلب نام شیبه از بزرگی عرب، و کان عبدالمطلب اوسم الناس، بسیار آدمی وسیم، زیبا، خوشرو، بسیار انسانی چهره کشاده و چهره دست، انسانی دست کشاد بود عبدالمطلب. اجملهم زیبا بود، اعظمهم قدرش بلند بود، با شرافترین مردم زمانش بود، هیچ کس رنگ عبدالمطلب به آبرو نبود. سید یعنی پیشوای مردم قریش بود، تمام ایر کاروان مکه راهبرش بود، شریف بود، با اطاعت بود، جوانمر بود، حتی نامش فیاض میگفتن. فیاض منش چه ایروی جوانمردی زیاد شد، یگان بگه نبود که حولی عبدالمطلب به کشتن شطور چاروا باشه. هر بگه میگه فقیر کم بغل میخور، با برکت این دسترخانه رسول الله به دنیا آمد. ولی میگن ندادن خیر خدایی، برادرو خیر بلو را میگردونه، صدقه بلو را میگردونه. باباهای پیغمبر یگان تش به مهمانخانه به دسترخانه بدیم، یگان باباش کان یرفعو، از همین جهت دسترخانش به درجه بزرگ بود که حتی مساکین، مسکین و بیچاره ها، وحوش، تمام وحشی ها، طیور، پرنده ها از دسترخانش نان میخوردن. از همین جهت نامش بسیاری وقت مطعم الناس، یعنی که تعام دهنده و تعام دهنده مردم و حیوان و پرنده لقبشون بوده است. و الوحوش و طیور فی رؤوس جبال، حتی در سرای کوه برده ان همو دام و خوراکا را برای حیوانات برده میریخته است ان همین عبدالمطلب. از همین جهت چاه زمزم اولین مراتبه ان همی کندگی بده که در زمان قبیله جرهوم وقتی که می بیایند در مکه مکرمه چاه خشک می شود، در خوابش خواب ببینه عبدالمطلب که همین چاه دوباره کند، می بیاید چاه زمزم دوباره عبدالمطلب میکنه، جایی که امروز بین صفا و
مروی انمین چاها حضرت خچان بعدی قبیله جرهم آمدن در زمان حضرت اسماعیل همی چاها تاک شده گم شده بوده است. یک مراتبه دیگه در خواب شما بینه که ملائکه امرش میکنه که انمین چاها میکنه زاغنول میگیره ما خوش قدیم میکنه از اوجه یک بوزی تیلایی میبرایه یک دور نخود هر خیل تنگه و تیلاها میبرایه او را آب کرده میبیاره میرزه همی خیل کلان کرده چار کنجه میکنه یک رسم شمشیر میکنه و در همونجا خرما میمونه امروز در بیرق عربستان سعودی است. این انا همون شمشیر عبدالمطلب بایدری چای زمزم یافت کرد انا همون خرما های کرد انا همون نودای خرما رمان امروز یک رمزی ملی همون سرزمین است. این عبدالمطلب در خوابش دید همون چاها کند این بابای رسول اکرم است نامش شیبه بدهی ای زنی پنهانی هاشم گرفته گی بودای نامش سلما ای سلما به دنیا میبیو خودش مردمی مدینه بود است. خدای ما رو برای راست هدایت کن از آفات و بلا و کلفت ها ما رو نگهبان باش عاقبت کار ما رو به خیر ایمان ما رو به سلامت گردان ربنا اینا نامن نافغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین آمین یا رب العالمین.